اب الانبیا حضرت ابراهیم خلیل است. ابراهیم خلیل خلت مقام است که دیگر در دل بغیر الله اصلا جای برای چیز دیگری نباشد کاملا. و به خاطری که به این مقام نائل شود، یک امتحان بسیار زیاد مشکل هم سپری کرده است. که این امتحان پروردگار دست بود اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما. او امتحان امتحان عادی نبود که در بعض کتاب ها ما میخوانیم میگم سنن فطرت است. ایتو نیست، امتحان به اندازه سخت بود که در 80 و چند سالگی، در 84 سالگی غالبا ریش سفید شده، الله برش فرزند میدهد، باز برش میگه که خانمت امراه از این فرزند نازدانید در یک سرزمینی که مردم زندگی نمی کنن، آبم ندارد، گرمیم است، ایره همیجا ایلاک خودت برو از پیشش نشین دیگه. بسیار سخت نیست، هیچ کس هم نیست، این مکه نه شهر بود در اوجا، نه انسان در اوجا زندگی میکرد، هیچ چیز هم نبود، فقط ایجا پایین کن. رب ما برش دستور داد، عواقب امور را کس نمیدانه که چی میشود، ولی ابراهیم علیه السلام نگفت پسر چطور میشود، گفت بس باشه نمیشود. باز اون داستان عجیب شروع میشود، داستان زمزم شروع میشود، ساختن کعبه شروع میشود، پسر جوان میشود، برش دستور میدهد که خوشش میاد، بچهشه، مقبولیشه، جرأتشه، تعقلشه، پدر از کمک محبت میاد، گفالی زبحش کن تا که دیگه قلب جایی برای کسی دیگری نباشد، مقام خلت را میگیرد، خلیل الله. حضرت ابراهیم تلاش میکند که رضای پروردگارش همیشه با خود داشته باشد، رضای خود را فدای رضای کی میکند؟ الله.